در آمریکا متخصصان دانشگاه MIT در ایالت ماساچوست شیوه جدیدی برای شناسایی ویروس های زیکا و تب دانگ ابدا کردند این تست که بسیار ساده، سریع و ارزان است، کاربرد اصلیش برای زنانی است که به مناطق بومی پشه حامل این ویروس سفر کردهاند و پس از بازگشت قصد حامله شدن دارند. زیکا یک بیماری ملایم و تبدار ویروسی است که قادر به ایجاد ناهنجاری مغزی در جنین است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم دکتر شیده رضایی گرچه بیماری زیکا به اقصا نقاط دنیا گسترش یافت اما برزیل کانون اپیدمی اخیران بود اغلب مبتلایان زیکا علائم آشکاری ندارند اما در صورتی که یک زن حامله بیمار شود جنین ممکن است با میکروسفالی به دنیا بیاید نوزادان مبتلا به میکروسفالی جمجمه و مغز کوچک دارند و احتمال دارد که عقب ماندگی ذهنی و نابینایی و ناشنوایی هم داشته باشند پشه حامل زیکا ویروس تب دانک را هم منتقل می کند. اما تب دانک به رغم شدت علائم بیماری موجب ناهنجاری در جنین نمی شود. و حالا این آزمایش جدید فوراً مشخص می کند که فرد به این ویروس ها آلوده است یا نه. تستی که ما ساختیم قادر به شناسایی زیکا و رد کردن سایر تشخیصهای مشابه ظرف چند دقیقه است و میتواند توسط تکنیسین آزمایشگاه انجام شود ابزار مورد نیاز تست چندین میله مدرج است که در هم ادغام شده و هر میله قادر به تشخیص یکی از انواع مختلف زیکا یا تب دانگ به صورت همزمان است میله مندرج باید در سرم خون قرار داده شود. خون در لوله آزمایش با نانو های طلا ادغام شده و سپس میله مندرج را در آن فرو می پس از 15 دقیقه نقاط قرمز رنگی روی نوار ظاهر می شود. دو نقطه قرمز به معنای مثبت بودن تست و یک نقطه به معنای منفی بودن آن است. ظاهر شدن نقاط قرمز در حضور نانوپارتیکل‌های های طلا امکان پذیر است و هرچه میزان آنها بیشتر باشد رنگ قرمز نیز پررنگتر خواهد شد. دانشمندان امیدوارند با تکنیک مشابهی بتوانند سایر ویروس ها را نیز شناسایی کنند. در حال حاضر این آزمایش فقط قادر به تشخیص ویروس زیکا و تب دانگ است اما ما امیدواریم که طی فرایند مشابهی سایر ویروس هایی که در آینده ممکن است شایع و دنیا را با خطر مواجه کنند نیز تشخیص دهیم. در حال حاضر قیمت هر نوبت تست 5 دلار آمریکاست اما دانشمندان میگویند با تولید انبوه قیمتان کاهش یافته و به یک دلار میرسد شیده رضایی صدای آمریکا